اینوک وست 30 سال. احتمالاً اسم اینوک وست تا حالا به گوشتون نخورد. اینوک بیشتر از 100 سال پیش مهاجم منچستر یونایتد بود. تو سال 1915 فدراسیون فوتبال انگلیس یه تبانی بزرگ رو برای بازی یونایتد و لیورپول افشا کرد. 7 بازیکن برای همیشه از فوتبال محروم شدن که وست هم جزشون بود و اصرار هم داشت که بیگناهه. بعدها به این 7 نفر گفته شد اگه تو جنگ جهانی اول به ارتش بپیوندن محرومیتشون بخشیده خواهد شد. 6 نفرشون این کار رو انجام دادن، اما وست تو خونش موند. فدراسیون فوتبال انگلیس در نهایت تو سال 1945 محرومیتش رو برداشت، اما اون سال وست 59 سال بود و دیگه هیچ وقت فوتبال بازی نکرد. روبرتو روهاس 12 سال. محرومیت روهاس یکی از عجیب و غریب ترین محرومیت های تاریخ فوتباله. تو سال 1989 شیلی توی بازی حساس مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل برزیل قرار گرفت. اوضاع برای روهاس و همتیمیاش اصلا جالب نبود. شیلی باید اون بازی رو برنده می شد، ولی 20 دقیقه بعد از مسابقه 1-0 عقب افتاد. یهو یکی از طرفدارای برزیل وسط زمین یه ترقه که آتیشش خیلی بزرگ بود رو انداخت. روهاس روی زمین افتاد. همه دوربین ها تصویر خونی که از صورتش می اومد رو فیلم برداری کردن. مسابقه کنسل شد. روهاس امیدوار بود شیلی رو برنده مسابقه اعلام کنن، ولی چیزی که بهش توجه نکرده بود این بود که دوربین همه صحنه ها رو ضبط کرده بود. روهاس توسط اون ترقه زخمی نشد، بلکه خونش ناشی از یه چاقوی کوچیکی بود که تو دستکشش پنهان کرده بود و باهاش خودش رو بریده بود. روهاس برای همیشه از فوتبال محروم شد، اما 12 سال بعد فیفا بهش اجازه داد مربی یه تیم تو برزیل باشه. پائولو راسی 2 سال. پائولو راسی تو ایتالیا یه سوپر استاره. وقتی ایتالیا برنده جام جهانی 1982 شد، اون برنده کفش طلا و بهترین بازیکن جام جهانی شد. اما 2 سال قبل از اون جام دوران حرفه‌ایش تا مرز نابودی هم پیش رفت. راسی در حال همکاری با یه گروه شرط‌بندی دستگیر شد. راسی و خیلی های دیگه به این خاطر که بازی‌ها رو به خواست این گروه شرط‌بندی در میارن محکوم شدن. محرومیت اون به مدت 3 سال بود که بعد ایتالیایی‌ها تونستن به مدت 2 سال کاهشش بدن و اونو به مسابقات جام جهانی برسونن، که خب بقیه‌اش هم می‌دونین چه اتفاقی افتاد. جوی بارتن 18 ماه. جوی بارتن هافبک پرحاشیه انگلیسی به چندین دلیل مختلف محروم شد. بارتن تو سال 2017 تقریبا تو آخرای دوران حرفه‌ایش بود که فدراسیون فوتبال انگلیس تصمیم گرفت تو 10 سال اخیرش یک کندوکاوی داشته باشه. فوتبالیستا اجازه ندارن هیچ جوره تو شرط‌بندی‌های ورزشی شرکت کنن، اما تحقیقات نشون دادن بارتن 12600 شرط از سال 2006 روی مسابقات فوتبال بسته بود. در نهایت 30,000 دلار جریمه شد و 18 ماه از حضور تو مسابقات محروم شد که باعث خاتمه پیدا کردن دوران حرفه‌ای شد. دیگو مارادونا 15 ماه. مارادونا یکی از پرقدرت‌ترین کاندیدای بهترین بازیکن تاریخه. سبک بازیش تقریبا شبیه لیونل مسی بود، ولی فقط داخل زمین. بیرون زمین مارادونا خیلی دیوونه تر از مسی بود. این آرژانتینی با استعداد مدام تو فکر مهمونی بود و تو دهه 1980 وقتی تو بارسلونا بازی میکرد شروع به مصرف کوکائین کرد و این عادت بد رو با خودش به ناپولی برد. تو سال 1991 تست اعتیاد مارادونا به خاطر مصرف همین کوکائین مثبت اعلام شد و 15 ماه از حضور تو فوتبال محروم شد. تو سال 1994 هم به خاطر تست دوپینگ جام جهانی رو از دست داد. خوشبختانه مسی تو این زمینه از اسطوره کشورش پیروی نکرد. مارک بوسنیچ 9 ماه. پیتر اشمایکل اسطوره منچستر یونایتده. بعد از اینکه تو سال 1999 از باشگاه رفت، سالها طول کشید تا یه جانشین درست و حسابی براش پیدا کنن. بوسنیچ اولین گلری بود که رفتن سراغش. همون گلر استرالیاست که عزیزی تو مقدماتی 98 دومین گل ایران رو بهش زد. ولی الکس فرگوسن زیاد از عملکردش راضی نبود و اونو به چلسی فروخت. اوضاع تو لندن اصلا برای این بازیکن خوب پیش نرفت. تو سال 2002 تست کوکائین بوسنیچ مثبت در اومد و برای 9 ماه از فوتبال محروم شد. دوران حرفه‌ای این بازیکن همونجا تموم شد و تا 6 سال بعد از اون داستان برای هیچ باشگاهی بازی نکرد. اریک کانتونا 8 ماه. اریک کانتونا فوتبالیست فوق‌العاده خاصی بود.
اون یکی از ارکان اصلی موفقیت منچستر یونایتد تو اوایل دوران سر الکس فرگوسن بود و بازیکن بی اعصابی هم بود. بعد از اینکه تو بازی مقابل کریستال پالاس تو سال 1995 اخراج شد، طرفدارای پالاس سر به سرش گذاشتن. به نظرتون کانتونا بی خیال همچین قضیه ای میشد؟ معلومه که نه. کانتونا خودش رو وسط جمعیت انداخت و با یه حرکت کونگ فو به حساب اون طرفدار رسید. نه تنها 8 ماه از فوتبال محروم شد، بلکه کارش به دادگاه هم کشیده شد. ریو فردیناند 8 ماه. تست اعتیاد چیزی بود که یقه ریو رو هم گرفت، اما مورد اون یه خورده فرق داشت. فردیناند در واقع تست اعتیادش مثبت نشد، بلکه به خاطر ندادن تست محروم شد. مدافع منچستر یونایتد گفت حواسش نبود و تست رو فراموش کرده بود. اما فدراسیون فوتبال انگلیس خیلی سختگیرتر از این حرفاست. بازیکنان تیم ملی انگلیس حمایتشون رو از این بازیکن اعلام کردند، ولی مثل اینکه جواب نداد و ریو 8 ماه محروم شد. آدریان موتو 7 ماه. آدریان موتو یکی از اولین قراردادهای رومن آبراهاموویچ بود. موتو فصل اول فوق‌العاده‌ای رو تو استنفورد بریج پشت سر گذاشت، اما وقتی جوزه مورینیو مربی این تیم شد، دردسرها شروع شدن. یکی از اتهام‌هایی که به موتو وارد بود این بود که به دروغ گفته بود دچار مصدومیت شد. بعد از اون تو سال 2005 تست کوکائینش مثبت اعلام شد و خیلی زود از چلسی اخراج شد. اوضاع از این هم برای موتو بدتر شد. فدراسیون فوتبال انگلیس 7 ماه محرومش کرد و برای لغو بند قراردادش باید به چلسی 15.2 میلیون دلار پرداخت می‌کرد. همه اینها یه جورایی بهمون میگن موتو خاطره خوبی از چلسی نداره. وینی جونز 6 ماه. وینی کاپیتان تیم دوست داشتنی ویمبلدون بود که تو دهه 80 و 90 میلادی خیلی معروف بودن. لقبی که به تیمشون داده بودن دیوونه ها بود که خیلی هم بهشون میومد. جونز حتی یه بار توی یه حرکت معروف سر یارگیری کورنر اونجای پل گاسکو رو هم گرفت. مسئولین فوتبال با اکثر بازیکنهای ویمبلدون راحت برخورد کردن، ولی وقتی جونز یه ویدیو با عنوان مردان سرسخت فوتبال منتشر کرد اصلا خوشحال نشدن. تو اون ویدیو اون به فوتبالیستا آموزش میداد چطور رقبا رو بترسونن. به خاطر این موضوع 6 ماه محروم شد، اما مربیش به خاطر اجازه بازی دادن به جونز 3 سال محروم شد.